و ما خبر آخر پزشکان مسلمان مراکز درمانی رایگان در آمریکا را اداره می کنند 18 سال پس از افتتاح مرکز درمانی الشفا در کالیفرنیا یا آمریکا و خدمتگذاری رایگان پزشکان مسلمان به بیماران نیازمند آدان همچنان به فعالیت بشردوستانه خود ادامه می دهند دکتر تلعت خان در این باره می گوید در منطقه‌ای که این کلینیک درمانی در آن قرار گرفته مردمی فقیر حضور دارند که اغلب از اطبا کشورهای اسپانیایی زبان و آفریقایی هستند و به شدت به رسیدگاه های درمانی و بهداشتی نیاز دارند. به افزود 18 سال قبل با هدف حل بخشی از این موزلات و بحران در این منطقه کلینیک درمانی الشفا افتتاح شد و در این مدت پزشکان مسلمان که در این مرکز به مداوای بیماران مسلمان یا غیر مسلمان آمریکایی می پرداختند حتی یک پنی هم دریافت نکردند و کلیه خدمات ارائه شده رایگان بوده است این پزشک مسلمان در ادامه خاطر نشان کرد برای اینکه این مرکز درمانی بتواند به کار خود در طول این دوران ادامه دهد سالانه نیازمند 25 هزار دلار بودیم که بخشی اندک از آن با کمک های دولتی تأمین شده و ما بقیه این مبلغ را خیران مسلمان و جوامع اسلامی پرداخت کردند دکتر طلعت خان در پایان تاکید کرد طبق آموزه های اسلامی بر ما لازم است که به هر نحو ممکن و بدون توجه به دین و آیین بیماران به آنان خدمت گذاری کنیم شاین ذکر است در مانگاه الشفا نخستین در نیست که پزشکان مسلمان به مداوای رایگان بیماران میپردازند بلکه مراکز درمانی دیگری نیز به این خدمت مشغولند از جمله مرکز درمانی الرحمه در نیویورک در سال 2012 میلادی افتتاح شد در سال 2011 نیز تعدادی از پزشکان مسلمان روزهای شنبه خود را به حضور در یکی از دانشگاه های شمال آمریکا و مداوای رایگان بیماران و مراجع کنندگان اختصاص دادند که گفته می شود این رویه تا کنون ادامه دارد.